در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در پایتخت‌ها و شهرهای اروپا، شماری از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از کشورهای آلمان، بلژیک و هلند بعد از ظهر جمعه در برابر دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه گرد هم آمدند. در این حرکت همبستگی که از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر برپا شد، شرکت کنندگان خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، افشین ساجدی سخنگوی آن در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از فشارهای تازه علیه دراویش گنابادی در ایران میگوید. متاسفانه در طول هفته های اخیر فشار بر دراویش نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده. فشار بر دراویش بر پایه نمایشگاه های نفرت پراکنی بوده، به این شکل که تابلوهایی رو با امضا و مهر سپاه پاسداران در زیرش در خیابان های شهرستان آبدانان در استان ایلام برپا کردن و با گروه هایی که روی اون تابلوها نوشته بودن به مردم این گونه الغا کردن که تصوف دشمن مراجع و دشمن دین هست و به نوعی میخواستن بین تصوف و شریعت اختلاف ایجاد بکنم. آقای افشین ساجدی، الان وضع جسمانی درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟ آقایان مرادی و صحبستانی طی هفته‌های اخیر به علت شدت وخامت حالشون به بیمارستان منتقل شدن با هفته‌ها تأخیر البته، و جای بسی تعجبه که با اینکه اینها اتهامشون سیاسی هستش اما در بند زندان عادی نگهداری میشن. آقای دانشجو هم که 3 هفته پیش بیمارستان منتقل شدن خاطر مشکل ریوی متاسفانه کبدشون هم جدی دارای مشکل شده و ما شدیداً نگران سلامتی برادران زندانیمون هستیم. مورد دیگه، یکی از برادران ما در شهرستان هندیجان استان خوزستان 2 هفته پیش توسط اداره اطلاعات احضار میشه. چون احضار غیرقانونی بوده ایشون استنکاف میکنه، اما به علت فشار از محل کار ایشون ناچار میشه که مراجعه بکنه. در طی بازجوی چند ساعته‌ای که از ایشون به عمل میاد، از ایشون خواسته میشه که اسامی دراویشی رو که در مجازات شرکت میکنن به اداره اطلاعات اعلام بکنه. ایشون بی‌سادگی میکنه. خوشبختانه دراویش با همدلی و به همبستگی جلوی اداره اطلاعات تجمع میکنن و اداره اطلاعات ناچار میشه ایشون رو بعد از چند ساعت رها بکنه. ما امروز در جلوی دادگاه کیفری بین‌المللی جمع شدیم و خواستهای خودمون رو در طی یک شکوایه‌ای تسلیم دادگاه بین‌المللی کردیم. خانم، شما هم از آلمان در این حرکت همبستگی که در برابر دادگاه بین‌المللی کیفری در شهر لاهه برپا شده حضور دارین، خواسته شما چه هست؟ ما فقرای سلسله نعمت اللهی شیعه اثنی‌عشری هستیم و در عمل موافق صلح و آرامش و مدارا هستیم. به هیچ وجه ستیزه جور نیستیم و سیاسی هم نیستیم. فقط تنها خواسته ما اینه که به حرف دل برادران زندانی ما که بیگناه و به دفاع از دیگر برادرانمون در زندان‌ها افتادن رسیدگی بشن و به امید خدا هر چه زودتر اونها رو آزاد کنن. شهرام میریان گزارش می‌داد.